بنیامین نتانیاهو در شرایطی به واشنگتن سفر کرده که پایتخت آمریکا با چالش‌های سیاسی بی سابقه ای روبروئه و اولین سفر خارجی نخست وزیر اسرائیل بعد از حمله 7 اکتبر به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. با این حال نتانیاهو در این سفر قراره بعد از یک روز تأخیر با رئیس جمهوری بایدن و معاون او خانم هریس در کاخ سفید دیدار و فردا هم در کنگره سخنرانی کنه. هدف سفر نتانیاهو تقویت روابط آمریکا و دولت اسرائیل خوانده شده، اما دولت او در داخل اسرائیل با چالش محبوبیت روبروه و به گزارش آکسیوس یک نظرسنجی اخیر کانال 12 اسرائیل نشون میده 72% اسرائیلی ها خواهان استعفای نتانیاهو هستند. آکسیوس میگه در آمریکا هم ده ها قانونگذار دموکرات اعلام کردند سخنرانی نخست وزیر اسرائیل رو در کنگره تحریم میکنند. این سفر مهمی است که به ما فرصت میدهد تا اهمیت حمایت مردم و نمایندگان آمریکا را از تلاش‌هایمان برای آزادسازی همه گروگان‌ها نشان دهیم. هدف ما آزادی همه گروگان‌هاست، چه زنده و چه آنهایی که جان باختند. متاسفانه تعدادی از گروگان‌ها جان خود را از دست دادند و همین امروز خبر کشته شدن 2 دیگر را هم دریافت کردیم. ما مصممیم همه آنها را برگردانیم. شرایط برای بازگرداندن گروگان‌ها در حال مهیا شدن است، چرا که ما فشار بسیار شدیدی بر حماس وارد می‌کنیم. ما شاهد تغییراتی هستیم و معتقدیم تغییرات بیشتری در راه است. اما همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن دی سی، مقامات تشکیلات حماس هم میگن نمایندگان این گروه بعد از 3 مذاکره با فتح و جناح‌های دیگر فلسطینی با وساطت چین در پکن برای پایان دادن به اختلافات و ایجاد دولت موقت آشتی ملی توافق کردند. سفارت چین در تهران هم در پستی در اکس نوشته امضای بیانیه پکن بین 14 گروه فلسطینی پیروزی گفتگو و صلح. همکار مردبان روزبه از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سفری تاریخی است، میدونیم که آقای نتانیاهو روابط چندان حسنه‌ای با دولت آقای بایدن نداشت. چه انتظار داریم که در واشنگتن دی سی در میزبانی از او اتفاق بیفته؟ شاید دوره‌ای که بنیامین نتانیاهو سفر کرده به آمریکا، ایالات متحده آمریکا، در اینجا در پایتخت ایالات متحده دقیقاً بحران‌ها به اندازه کافی زیاد هستش و از طرفی باید اینو در نظر داشته باشیم نتانیاهو در داخل هم مشکلات خودش رو داره. همونجوری که اشاره کردی به این نظرسنجی، نکته خیلی مهمی که هست اینه که حتی الان بعضی از همحزبی‌های راست خود بنیامین نتانیاهو به نوعی میشه گفت خط و نشون‌هایی بر اون کشیدن در ارتباط با روشن کردن وضعیت گروگان هایی که در چنبره بحث های آمد و شد بین میانجی ها و حماس و نتانیاهو وجود داره. الان برخی از تحلیل‌ها بر این موضوع هستش که اگر واقعاً قصدی وجود داشت، شکلی ماهیتاً بخواد اتفاق بیفته تا گروگان‌ها آزاد بشن، آیا این خواسته خود نتانیاهو هست یا نه؟ این تحلیل CNN دیروز نوشته بود و گذاشته بود. جالب بود که طبقه پایین وزارت خارجه درست چند دقیقه قبل گروهی از این خانواده‌های اسرائیلی آمریکایی داشتن عبور می‌کردن که من با چند تاشون تونستم صحبت هم بکنم. در واقع خیلی از اینا بر این باور هستن که اگر سخنرانی روز چهارشنبه نتانیاهو در کنگره آمریکا، در واقع این سخنرانی افتخاری، راهی رو و گریزی رو باز نکنه برای حل و فصل مسئله خانواده‌ها و گروگان‌هایی که در دست اسرائیل در حال حاضر در دست حماس هنوز در غزه اسیر هستن، عملاً کار مفیدی انجام نشده و در واقع کمکی به اونها نشده. اما باید این رو در نظر داشته باشیم نتانیاهو بارها و بارها مسئله آزادی گروگان‌ها رو در کنار پیروزی بر حماس، یعنی در مقابل حماس بیان کرده و در واقع به تنهایی هیچ وقت طرح موضوع به تنهایی برای آتش بس یا چیزای از این دست که جو بایدن بهش اعتقاد داشته و بارها تحت فشار اسرائیل گذاشته، همونجوری که ما می‌دونیم حتی ارسال توقف ارسال موشک‌های برد بلند رو متوقف کرده و در واقع تاکید بایدن سیاست کمک به آزادی گروگان‌ها و حل مسئله وضعیت شهروندان غیر نظامی در غزه هستش که خب به طب تا کنون در عمل نشون داده شده که سیاست آقای نتانیاهو نیست. حالا نتانیاهو اینجاست، درست در شرایطی که ممکنه با دولتی روبرو بشه مثل کاملا هریس که دقیقاً پیرو و همراه کسی هستش که سیاست‌های بایدن دنبال کرده، روابط نچندان جذابی که بین این دو گروه وجود داشته، یعنی در واقع
دولت بایدن و بنیامین نتانیاهو عملاً با هریس ادامه پیدا خواهد کرد و از طرفی ممکن این اتفاق در کنار در مقابل در کنار ترامپ بیفته که ممکن سیاست متفاوت باشه. در هر حال اون اینجاست و جمله طلایی رو پیش از سفرش گفته بود که به هر حال هر کسی در آمریکا سکان دولت رو دست بگیره امترین شریکش در خاورمیانه اسرائیل خواهد بود. سخنرانی فردا هم به نظر میرسه باید کمک بکنه به اینکه هم در این حال اسرائیل بتونه تضمین بکنه حمایت‌های ایالات متحده آمریکا رو از طرف دو حزب خواهد داشت و هم اینکه در نهایت راهکاری ممکنه بشه پیدا بشه تا بتونن به یک ترکیبی برسن که در این میان گروگان‌های باقی مانده هم آزاد بشن. البته به نظر میاد بسیاری از اسرائیلی‌ها بر این باور نیستن. رسانه‌های اسرائیلی بر این تاکید دارن که بنیامین نتانیاهو به هر حال باید بین بقای دولتش و حل و فصل مسئله حماس و غزه یکی رو انتخاب بکنه و به نظر میرسه که حالا با شرایط موجود در این سفر اون میتونه یا دست پر به معنای واقعی برگرده و یا اینکه میتونه فشارهای بیشتری رو در داخل به جان خودش بخره. من فکر میکنم با توجه به اینکه کاملا هریس حاضر به دیدار نشده، حالا به هر حال به بهانه سفر و همچنین که دیدار جو بایدن هم عملا به خاطر کووید عقب افتاده و احتمالاً پنجشنبه برگزار خواهد شد و ترامپ هم ترجیح داده که بعد از چهارشنبه احتمالاً برنامه‌ریزی بکنه، باید ببینیم چقدر بنیامین نتانیاهو دست پر در این روزهای بحرانی و پر از درگیری در منطقه خودش در اطراف اسرائیل به این کشور باز خواهد گشت. اردوان، همین الان میبینم که مهمونه بعدی ما در واشنگتن دی سی به خاطر اصلا ترافیک اطراف کاخ سفید رسیدنش به استودیو به تأخیر افتاده. به نظر میرسه که تظاهرات گسترده‌ای هم در جریان خواهد بود در حین حضور آقای نتانیاهو. کاملا درست میگی. فردا قراری که گذاشته شده، خب ما حتما به خاطر داریم دیگه، پس از مخصوصا این روزهای چند ماه اخیر پس از آغاز حمله اسرائیل به غزه، خب گروهی از دانشجویان در دانشگاه تحصن کردن که بعضی از اونها هم به خشونت در دانشگاه مختلف کشیده شد، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه ییل، دانشگاه های مختلف. همین گروه ها به هر حال از اون آتش فروکش کرد، اما با سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا و به خصوص کنگره، حضورش در کنگره، عملا فراخوان گسترده‌ای در بین این گروه‌های دانشجویی و همچنین فعالان که طرفدار فلسطین هستند داده شده. به نظر می رسد از شهرهای مختلف دارن میان اینجا. من دیدم به چشم گروه‌های مختلفی در حال حاضر در حال حرکت به این سمت هستند. فردا روز شلوغی خواهد بود، به دلیل اینکه قرار هستش این گروه از ساعت 11 در اطراف کنگره و خیابان‌های منتهی به اون تظاهرات بکنن و اعتراضاتشون رو برگزار بکنن. البته پلیس واشنگتن دی سی هشدار داده که این اعتراضات باید به نحوی باشه که موجب سد معبر، ایجاد خشونت و یا درگیری نشه، اما من تقریبا بعید میدونم که بدون خشونت و درگیری کار بره جلو.